تهران روز پنجشنبه 17 دی ماه عربستان سعودی را متهم کرد که سفارت جمهوری اسلامی ایران در صنعا پایتخت یمن را هدف حملات هواپیمای خود قرار داده است. خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا اظهارات سخنگوی وزارت امور خارجه ایران را در این باره باستاب داده که عنوان می کند این حمله خسارتهایی به سفارت خانه وارد آورده و تعدادی از نیروهای محافظ ساختمان را نیز مجروح کرده است. حسین جابری انصاری تاکید داشته که دولت عربستان سعودی این اقدام را آگاهانه و آمدانه انجام داده و به نقض تمامی کنوانسیون ها و قواعد حقوقی بین المللی در زمینه حفاظت از امنیت و مسئولیت اماکن دیپلماتیک دست داده است. گزارش ایسنا اما اطلاعات بیشتری درباره این حمله به دست نمی با این حال خبرگزاری رویترز از حملات هوایی شدید عربستان سعودی و همپیمانان آن به صنعا در روز پنجشنبه خبر داده است سخنگوی نیروهای ائتلاف رهبری عربستان سعودی گفته است درباره اظهارات سخنگوی وزارت خارجه ایران تحقیق خواهد شد در این حال خبرنگار آسوشیتد پرس در صنعا گفته است اثری از, از حمله هوایی در نزدیکی سفارت ایران یا خسارت به ساختمان آن مشاهده نمی شود. رسارت سخنگوی وزارت خارجه ایران در حال منتشر می شود که طی روزهای اخیر حمله تظاهر کنندگان به اماکن دیپلماتیک عربستان سعودی در مشهد و تهران باعث قطع روابط دو کشور شده است. مقامات سعودی دولت ایران را در مورد این حمله مسئول دانستند. از ماه مارس سال گذشته عربستان سعودی در رأس یک ائتلاف منطقه‌ای متشکل از شماری از کشورهای عرب و مسلمان عملیات هوایی در حمایت از نیروهای دولتی یمن را آغاز کرد. ایران در تحولات یمن از شیعیان حوسی حمایت می‌کند در حالی که عربستان سعودی با حملات هوایی خود به شورشیان حوسی تلاش می‌کند آنها را از مناطق تحت تصرف خود عقب براند. وزیر کشور ایران زربال عجلی را برای بررسی ماجرای حمله به سفارت عربستان و اعلام نتیجه آن تعیین کرده است. همزمان گزارش‌هایی از ادامه واکنش‌های دیپلماتیک به این ماجرا منتشر شده است. پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور جمهوری اسلامی گفته است که عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور به معاون امنیتی و انتظامی این وزارتخانه دستور داده با تشکیل کار گروهی برای تحقیق پیرامون حمله به سفارت عربستان سعودی در تهران نتیجه این کار را حداکثر ظرف دو هفته اعلام کند. بر اساس این گزارش کار گروه مورد نظر از نمایندگان وزارت اطلاعات نیروی انتظامی استانداری تهران و قوه قضایی تشکیل خواهد یافت و قرار است نقش عاملان اصلی و هم و سازمان دهندگان احتمالی پشت پرده حادثه سفارت عربستان در تهران را مورد بررسی همه جانبه قرار دهد در این گزارش به ماجرای حمله به ساختمان کنسولگری عربستان سعودی در مشهد اشاره ای نشده است اعدام نمر باقر نمر واکنش شدید مقامات ایران را به دنبال داشت و از جمله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی هشدار داد که دست انتقام الهی گریبان سیاستمداران سعودی را میگیرد حسن روحانی رئیس جمهوری نیز از وزیر کشور خواست تا با همکاری قوه قضایی و وزارت اطلاعات و با قاطعیت کامل عاملان حمله را شناسایی و برای پیگرد قانونی به قوه قضایی معرفی کند. در ادامه موج عربی و در اعتراض به حمله به اماکن دیپلماتیک عربستان در تهران و مشهد قطر روز چهارشنبه 16 دیما سفیرش را از ایران فراخواند. وزارت امور خارجه قطر روز دوشنبه در بیانیه‌ای حمله به نمایندگی های دیپلماتیک عربستان در ایران را محکوم کرده و آن را نقض سریح کنوانسیون ها و قوانین بین المللی عنوان کرده بود. این بیانیه همچنین از تلاش عربستان سعودی برای مقابله با تهدیدهایی که خود و منطقه با آن مواجه است اعلام حمایت کرد اشاره این بیانیه به اعدام 47 تن از محکومان در پرونده های تروریستی در عربستان سعودی است اکثر اعدام شدگان متهم به عضویت در تشکیلات القاعده بودند اما چهار تن از آنها از شیعیان بودند که نمر باقر النمر روحانی شیعه نزدیک به جمهوری اسلامی ایران معروف ترین آنها بود اعدام شیخ نمر موجی از اعتراض را در میان شیعیان منطقه برانگیخته است در ایران معترضان به عربستان سعودی به سفارت این کشور در تهران و کنسولگریش در مشهد حمله کردند پس از این حمله عربستان روابط سیاسی و اقتصادیش را با ایران قطع کرد. بحرین، سودان و جیبوتی نیز پس از عربستان روابط دیپلماتیک خود را با ایران قطع کردند. امارات متحده عربی مناسبات دیپلماتیکش را با تهران تا سطح کاردار کاهش داد. کویت و قطر سفرایشان را از ایران فرا خواندند اما درباره تغییر سطح مناسبات دیپلماتیک خود با تهران سخنی به میان نیاوردند. اردن نیز سفیر جمهوری اسلامی در عمان را به وزارت خارجه این کشور احضار کرده است با این حال سفیر ایران در اردن اعلام کرد که در این دیدار بحثی در مورد کاهش سطح روابط بین دو کشور مطرح نشده است مجتبا فردوسی پور سفیر ایران در اردن افزود بنده هم در این دیدار تاکید کردم ایران نسبت به حمایت از اماکن دیپلماتیک متعهد و مسئولیت پذیر است همزمان رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در نخستین واکنش به اعدام 47 نفر در عربستان سعودی از جمله نمر باقر النمر گفت که این یک مسئله قانونی مربوط به خود کشور عربستان است. آقای اردوغان با انتقاد شدید از ایران به دلیل حمله به اماکن دیپلماتیک عربستان در تهران و مشهد چون این رفتاری را غیر قابل قبول خواند و تصریح کرد ایران اقدامات لازم را برای حفاظت از اماکن دیپلماتیک عربستان سعودی انجام نداده است در ایران حسین سلامی جالشین فرمانده کل سپاه روز پنجشنبه شنبه هم در مراسم بزرگداشت شیخ نمر در تهران هشدار داد اگر آل سعود مسیر خود را اصلاح نکند به زودی در معرض زوال کامل قرار میگیرد وی گفته قطع رابطه عربستان با ایران عجولانه و بیمنطق و شتاب زده بود تحریک دنیای عرب برای ایجاد یک شکاف بیشتر سیاسی بین جهان اسلام به منظور قطع ارتباط با ایران نشان دهنده این است که رژیم آل سعود از یک سیاست فاقد منطق تبعیت می کند. آقای سلامی گفت رژیم آل سعود مانند پناهجویان سیاسی عمل می کند و در واقع پناهنده سیاسی برای آمریکایی ها محسوب می شود اما سیاست هایی که امروز در پیش گرفته مانند دومینوی فشار و بهمن سیاسی است که رژیم آل سعود را زیر این آوارها دفع خواهد کرد این فرمانده سپاه با اشاره به آنچه تلاش عربستان برای کاهش قیمت نفت برای ضربه زدن اقتصادی به نظام جمهوری اسلامی ایران توصیف کرد گفت این مسئله باعث شده ماهانه 10 میلیارد دلار از ذخیره ارزی خود برداشت کند و با 100 میلیارد دلار کسری بودجه مواجه شود باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا و هیدر عبادی نخست وزیر عراق در یک گفتگوی تلفنی نگرانی مشترک خود را در مورد اعدام شیخ باغر نمر روحانی برجسته شیعه در عربستان و حمله به اماکن دیپلماتیک عربستان در ایران ابراز کردند کاخ سفید با انتشار بیانیه‌ای گفت که رئیس جمهور آمریکا و نخست وزیر عراق در این گفتگو که روز چهارشنبه شانزدهم دی صورت گرفت از تمام رهبران منطقه خواستند تا از خود خویشتنداری نشان داده و از لفاظیها و رفتارهای آمیز برای اجتناب از بدتر شدن تنشهای فرقه ای در منطقه بپرهیزند رئیس جمهور آمریکا و نخست وزیر عراق همچنین بر اهمیت این نکته توافق داشتند که تمامی طرفهای درگیر باید تعامل دیپلماتیک و گفتگو با یکدیگر را حفظ کنند کاخ سفید در بیانیه خود اعلام کرده است که باراک اوباما و هیدر عبادی همچنین در مورد مقابله با گروه تروریستی دولت اسلامی و تلاش برای بیرون راندن این گروه از شهر رمادی نیز با یکدیگر صحبت کردند یک روز پیش از تماس تلفنی میان اوباما و عبادی گزارش شده بود که جانکری وزیر خارجه آمریکا در عرض 24 ساعت چندین بار با مقامهای ایرانی و سعودی صحبت و آنان را تشویق به گفتگو با یکدیگر کرده است آقای کری با دیگر رهبران منطقه نیز در همین زمینه صحبت کرد جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته بود وزیر خارجه در گفتگوهای تلفنی خود با مقامهای ایرانی و سعودی بر اهمیت ادامه مذاکرات صلح سوریه تأکید و تلاش کرده است تا مذاکرات بیان را زنده نگه دارد سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته بود جلوگیری از سقوط تعویق یا توقف مذاکرات وین به وضوح در سطر فهرست تلاش های دیپلماتیک جان کری قرار دارد ایران و عربستان هر دو نقش پررنگی را در بحران سوریه ایفا می کنند. تهران در کنار مسکو از حامیان اصلی بشار اسد رئیس جمهور سوریه به شمار می رود و کمک های مالی و نظامی خود را از آغاز اوجگیری بحران تا کنون در اختیار دمش قرار داده است در مقابل ریاض تلاش خود را بر سرنگونی اسد و کمک به گروه های مخالف وی متمرکز کرده است برخی از تحلیلگران معتقدند که بهبود روابط تهران و ریاض برای ایالات متحده و هدف آن کشور برای حل بحران های منطقه اهمیت زیادی دارد و به همین دلیل نیز واشنگتن در تلاش است تا جلوی افزایش ها را بگیرد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز چهارشنبه در یک نشست خبری مشترک با ابراهیم جعفری همتای عراقی خود گفت حمله به اماکن دیپلماتیک عربستان در تهران و مشهد به هیچ وجه قابل قبول نبوده و ایران با قانون شکنان برخورد جدی خواهد کرد. وی اما در این حال عربستان سعودی را متهم به حرکت بر خلاف مسیر تعامل کرده و گفته بود متاسفانه در طول دو سال و نیم گذشته در برابر اقدامات جمهوری اسلامی ایران برای ایجاد تفاهم همکاری و برادری در این منطقه همسایگان ما در عربستان سعودی بر خلاف این جهت حرکت کردند آقای جعفری در دیدارش با محمد جواد ظریف از آمادگی بغداد برای میانجیگری میان تهران و ریاض خبر داده است آقای جعفری اعدام روحانی سرشناس شیعه در عربستان را محکوم کرده و در عین حال گفته عراق به عنوان کشوری در قلب خاور میانه برای رفع تنشها خود را مسئول میداند حدود ساعت دوازده ظهر بود که یک فرد عرب تبار با داشتن یک دشنه و با فریاد الله اکبر به سمت یکی از سه کلانتری منطقه هجده پاریس حمله ور شد. معموران کلانتری با مشاهده کمربند و سیم الکتریکی که به او متصل بود بلافاصله شلیک کرده و او را زخمی ساختند اما شدت جراحات وارده باعث مرگ او شد و پلیس ضد انفجار بلافاصله در محل حاضر و گفت که او کمربند انفجاری نداشته و ظواهر امر چنین می نموده است. حمله در محله عرب نشین باربس و در جنوب کلیسای مشهور سکرکور انجام گرفته است. شناسایی تروریست هنوز در جریان است زیرا در جیبهای او هیچ ورقه و یا کاغذی یافت نشده و اصولاً حمله به یک کلانتری بدون اسلحه گرم چه هدفی را می دنبال کند امروز سالگرد حمله به نشه شالیب دوست و همین امروز در مراسم شادباش سال نو گروه های و پلیس و امنیت به دیدار آقای اولاند رئیس جمهور به کاخ الیزه رفته بودند بر آخرین خبر به وقت محلی ساعت سه بعد از ظهر کنجکاوی در این است که آیا در لحظه حادثه این تروریست همدستانی داشته یا نه و دیگر اینکه قطعا در ساعتهای آینده و در پی تحقیقات بیشتر وابستگی و ارتباطهای احتمالی او مشخص خواهد شد پاریس تلویزیون ایران فردا نجات الله ابراهیمیان سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرده پیامکی برای قایبان آزمون خبرگان رهبری مبنی بر انصراف از داوطلبی ارسال نشده است روز چهارشنبه 16 دی برخی رسانه ها اعلام کردند که پیامکی به برخی از داوطلبان مجلس خبرگان ارسال شده که شرکت نکردن آنان در آزمون خبرگان رهبری به منزله انصراف آنان تلقی می شود. آقای ابراهیمیان در این رابطه تصریح کرد داوطلبانی که چنین پیامکی را دریافت کردهاند اند می توانند شماره ارسال کننده این پیامک را برای پیگیری های بعدی در اختیار شورای نگهبان قرار دهند وی تاکید کرده که انصراف از داوطلبی مقررات خاص خود را دارد و داوطلبانی که قصد انصراف دارند باید درخواست کتبی خود را شخصا یا از طریق نماینده قانونی به فرمانداری های حوزه ثبت نامی اعلام کنند سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این پرسش که آیا شرکت نکردن در آزمون خبرگان به معنی رد صلاحیت است یا خیر گفت بنابر اعلام نظر آیت الله مؤمن عضو فقهای مجلس خبرگان رهبری ممکن است در ادامه بررسی صلاحیت ها داوطلبی که در آزمون شرکت نکرده است شرایط اجتهادش محرز شود و بتواند در ادامه مسیر انتخابات حضور داشته باشد. این سخنان در حال ابراز شده است که سخنگوی شورای نگهبان روز چهارشنبه شنبه دی گفته بود شرکت نکردن در آزمون خبرگان رهبری به معنی عدم احراز صلاحیت است. همزمان روزنامه شرق در گزارش روز پنج شنبه 17 دی خود به بررسی دورنمای رد یا تایید صلاحیت حسن خمینی نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی پرداخته است. به گزارش شرق محسن قرویان از استادان حوزه با اشاره به وضعیت احراز صلاحیت شخصیت هایی مانند حسن خمینی که در آزمون اجتهاد شرکت نکردند گفته است آیت الله مؤمن گفتند که ما از راه های دیگری غیر از آزمون میتوانیم برای افراد خاصی احراز صلاحیت کنیم. به هر حال غیر از سید حسن خمینی، آقای اعرافی و قربی هم از شخصیت های برجسته ای هستند که در آزمون شرکت نکرده و از راه های دیگری احراز صلاحیت شدند و به نظر می رسد برای احراز صلاحیت سید حسن خمینی راه دیگری غیر از آزمون هم می تواند وجود داشته باشد. به نوشته ی روزنامه شرق اگر شورای نگهبان بنای خود را همان ملاک حضور در آزمون بگذارد و نخواهد به این دلایل توجهی داشته باشد درباره حسن خمینی تنها گزینه باقی مانده این است که آیاتی که اجتهاد سید حسن را تایید کرده اند نامه ای را به شورای نگهبان بدهند آنچه مسلم است تا به این لحظه سید حسن نه بنای انصراف دارد و نه آنکه فعلا موضعی در این باره اتخاذ کرده است همزمان سیامک رهپیک سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات مجلس و خبرگان رهبری و عضو حقوقدان شورای نگهبان بار دیگر گفته است تمام داوطلبان انتخابات دوره پنجم مجلس خبرگان رهبری از دعوتشان برای شرکت در آزمون علمی از طریق پیامک مطلع شده بودند. در همین راستا حسین نجابت نماینده تهران در مجلس گفت افزایش چشمگیر تعداد ثبت نام کنندگان برای کاندیداتوری مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری کار هیئت اجرایی و نظارت و شورای نگهبان را برای تایید صلاحیت سنگینتر کرده و باید این نهادهای مسئول دقت لازم را داشته باشند تا کسانی وارد عرصه انتخابات شوند که صلاحیت آن را داشته باشند. آقای نجابت گفت رسانه ها باید موارد نادر و مستحجن را که باید برای مجالس خبرگان و شورای اسلامی ثبت نام کرده اند را به اطلاع مردم برسانند تا مردم بدانند که بعضی از این ثبت نام ها ثبت نام عادی نیست و برخی از ثبت نام کنندگان در صدت هستند تا هزینه حاکمیت را بالا ببرند. همزمان حسین علی امیری سخنگوی وزارت کشور از احراز صلاحیت 10954 نفر از داوطلبان انتخابات مجلس از سوی های اجرایی در مرحله اول بررسی صلاحیت‌ها خبر داد. آنطور که این مقام وزارت کشور اعلام کرد، های اجرایی صلاحیت 814 نفر از نامزدهای این دور از انتخابات را احراز نکردند. وزارت کشور بحرین در بیانیه ای از کشف یک تشکیلات تروریستی مرتبط با سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران و حزب الله لبنان و دستگیری شماری از اعضای آن خبر داد. وزارت کشور بحرین در بیانیه ای که روز چهارشنبه 16 دیما بر روی خبرگزاری رسمی این کشور منتشر کرده اعضای این تشکیلات را به برنامه ریزی برای اجرای سلسله انفجارهای تروریستی در این کشور متهم کرده است در این بیانیه آمده که شش تن از اعضای این تشکیلات که گروه البسته نام گرفته دستگیر شدند و تحقیقات برای شناسایی و دستگیری دیگر اعضا همچنان ادامه دارد بنابر بیانیه وزارت کشور بحرین دو تن از بنیانگذاران و اعضای تشکیلات کشف شده اعضای جریان وفاداری اسلامی هستند دریان وفاداری اسلامی گروهی تشکیل شده توسط برخی فعالان شیعه بحرینی است که در چارچوب اعتراضها علیه نظام حاکم بر این کشور تأسیس شده است در این بیانیه آمده که برخی از اعضای دستگیر شده ی تشکیلات گروه البسته با گروه گردانهای اشتر که حدود دو سال پیش توسط دولت بحرین به عنوان گروهی تروریستی شناخته شده و شماری از اعضای آن محاکمه شدن در ارتباط بودند همچنین تعدادی از این دستگیر شدگان در انفجار ششم مرداد 1394 منطقه السطفه بحرین که در آن دو تن از نیروهای پلیس کشته و شش تن دیگر زخمی شدن دست داشتند در بیانیه وزارت کشور بحرین ادعا شده که یکی از اعضای تشکیلات گروه البسته در سال 2011 میلادی به منظور دریافت کمکهای مادی، معنوی و لوجستیکی برای انجام عملیات در بحرین به ایران سفر کرده است بنابراین این بیانیه یک متهم دستگیر شده در ایران با شماری از بحرینی های مقیم که با سپاه پاسداران و حزب الله لبنان در ارتباط بودند دیدار کرده و موفق شده کمکهایی در این زمینه دریافت کند این بیانیه همچنین نام دو بحرینی ساکن ایران را ذکر کرده و مدعی شده است متهمان از طریق آنها راه امنی برای دریافت پول یافتند که استفاده از افراد بازگشته از زیارتهای دینی در ایران از آن جمله اند وزارت کشور بهرین همچنین مدعی شده است که سه تن از متهمان در سال 2012 میلادی به بیروت پایتخت لبنان سفر کرده و با حسن نصرالله دبیر کل حزب الله و نعیم قاسم معاون او دیدار کردند در این دیدار متهمان ضمن مطرح کردن پیشنهاداتی درخواست کمک کرده و 20 هزار دلار نیز دریافت کردند دولت بحرین حزب الله لبنان را به عنوان گروهی تروریستی میشناسد این نخستین بار نیست که بحرین از کشف تشکیلاتی تروریستی مرتبط با ایران خبر میدهد سال گذشته دولت بحرین با اعلام اینکه کشورش تشکیلاتی تروریستی و حمایت شده از ایران را کشف کرده اقدام به فراخواندن سفیر خود از تهران و اخراج کاردار ایران از منامه کرد بحرین روز دوشنبه چهاردهم دیما روابط خود را با ایران در اعتراض به حمله به سفارت عربستان سعودی در تهران قطع نمود اقدامی که یک روز پیش از آن عربستان سعودی انجام داده بود بحرین ایران را به تحریک شیعیان متهم می کند اتهامی که مقامات ایرانی با وجود حمایت سیاسی از معترضان بهرینی آن را رد می کنند. علی محمد دستقی عضو مجلس خبرگان با انتقاد از قوه قضایی ایران و نهادهایی مانند شورای نگهبان و سپاه پاسداران خواستار عذرخواهی این نهادها از مردم به خاطر رفتارشان در قبال میرحسین موسوی و مهدی کروبی شد. آقای دستقیب در بیانیه‌ای که در وبسایت کلمه رسانه نزدیک به میر حسین موسوی منتشر شده است، شورای نگهبان و قوه قضایی را به عدم استقلال و سپاه پاسداران را به توجهی به حقوق مردم متهم کرده است. میر حسین موسوی و مهدی کروبی از زمستان 1389 در حصر خانگی به سر میبرند. آقای دستقیب در بیانیه خود با انتقاد از حملات نهادهای حکومتی موسوی و کروبی خطاب به این نهادها می نویسد باید از این حرکات بی مدرک دست برداشت و از خداوند تقاضای اف و از ملت عزیز ایران عذرخواهی و به دامن مردم بازگردید و از تاریخ پند بگیرید. این روحانی منتقد گفته آیا تمام گرفتاری ملت از همین بیتوجهی شورای نگهبان و قوه قضایی تابع و غیر مستقل نیست؟ از همین نظارت استثوابی نیست؟ علی محمد دستقیب علا انتقادات خود از شورای نگهبان و حمایت آشکار از رهبران اعتراضهای سال 88 برای نامزدی در پنجمین دوره مجلس خبرگان نیز ثبت نام کرده است. در همین حال فرزندان میر حسین موسوی اعلام کردند پدرشان در سه روز اخیر دچار بیماری گوارشی شده است به طوری که وی ظرف چند روز چند کیلو وزن کم کرده و پزشکان ناچار به مراقبت هایی نظیر وصل کردن سرم به او شده بودند به گزارش وبسایت کلمه فرزندان موسوی در ملاقات هفتگی خود با پدرشان متوجه این امر شدند و مسئولان حصر کسالت میرحسین موسوی را از خانواده او پنهان نگه داشته بودند بنابر این گزارش در حال حاضر میرحسین موسوی رو به بهبود و در سلامت جسمانی است اما این محدودیت و بیخبری از وضعیت جسمانی او دخترانش را به شدت نگران کرده است دختران آقای موسوی میگویند به رغم هماهنگی‌ها ها و ملاقات های منظم هفتگی در ملاقات اخیر از ورود آنها به دروازه های محافظت که در اختیار سپاه است به شکل برنامه ریزی شده ممانعت شده و از نزدیک شدن دختران به محل حصر جلوگیری می کردند. بنابراین این گزارش خانواده آقای موسوی اعلام کرده است مسئولیت هر اتفاق و ناراحتی جسمانی و ایجاد تشنج و بحران را متوجه مسئولین زیربط و دولت میداند روز چهارشنبه 16 دی ماه شورای امنیت سازمان ملل متحد به درخواست آمریکا، کره جنوبی و ژاپن نشست استراری برگزار کرد. البیو روسلی، سفیر اوروگوئه در سازمان ملل متحد که کشورش ریاست دوره‌ای شورای امنیت سازمان ملل را بر عهده دارد، اعلام کرد که آزمایش بمب هیدروژنی کره شمالی نقض آشکار های سازمان ملل است. کره شمالی برای چهارمین بار است که آزمایش اتمی انجام می دهد. این کشور در سالهای 2006، 2009 و 2013 دست به آزمایش بمب اتمی زد و هر بار با مخالفت شدید شورای امنیت و برقراری تحریم ها مواجه شد. پانزده کشور عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد بر سر اتخاذ تدابیر جدیدی علیه کره شمالی توافق کردند. قرار است به زودی کار برای تصویب یک قدنامه نیز آغاز شود شورای امنیت سازمان ملل آزمایش هسته کره شمالی را تهدیدی آشکار علیه صلح و امنیت جهانی خواند حتی چین به عنوان متحد کره شمالی نیز آزمایش اتمی پیونگیانگ را نقض آشکار قدنامه سازمان ملل دانست روسلی رئیس شورای امنیت سازمان ملل البته در سخنان خود به طور واضح مشخص نکرد که آیا تدابیری که قرار است علیه کره شمالی اتخاذ شود در قالب تحریم های تازه خواهند بود یا خیر با این حال اما محافل دیپلماتیک از اضافه شدن نام نمایندگان رژیم کره شمالی به فهرست تحریم ها صحبت می کنند متوهید یوشیکاوا سفیر ژاپن در سازمان ملل گفت اگر شورای امنیت تدابیری علیه رژیم پیونگیانگ اتخاذ نکند اقتدار و اعتبارش مورد تردید قرار خواهد گرفت کره شمالی روز چهارشنبه 16 همه دیماه خبر داده بود که آزمایش بمب هیدروژنی با موفقیت انجام گرفته است از آنجا که خبر آزمایش بمب هیدروژنی تنها از سوی کره شمالی تایید شده است هنوز تردیدهایی نیز درباره صحت این آزمایش وجود دارد کارشناسان آزمایش بمب هیدروژنی را زیر سوال بردند و گفتند که قدرت انفجار به اندازه کافی قوی نبوده است روز چهارشنبه کاخ سفید اعلام کرد که یافته های اولیه این کشور با اطلاعات پیونگیانگ مربوط به آزمایش بمب هیدروژنی منطبق نیست جاشرنست سخنگوی کاخ سفید گفت هیچ چیزی که در عرض 24 ساعت گذشته رخ داده باشد موجب تغییر ارزیابی ایالات متحده از توانایی های فنی و نظامی کره شمالی نشده است بانکمون دبیر کل سازمان ملل متحد نیز آزمایش اتمی جدید کره شمالی را محکوم کرده است خبرگزاری مهر سهشنبه 15 دی ماه به نقل از برخی وزیران و مسئولان دولتی گزارش داد درآمد دولت به پایین ترین حد سالهای اخیر رسیده و تا پول نباشد نمیتوان فکری برای حل بحران بیکاری جوانان کرد. ظاهرا کمبود شدید منابع مالی و ادامه سقوط بهای نفت دولت یازدهم را چنان در تنگنا قرار داده که به فرض وجود اراده و مدیریت قوی نیز رفع مشکل بیکاری گسترده به سادگی امکان پذیر نیست. بر اساس تازه ترین آماری که از وضعیت اشتغال در نیمه نخست سال 94 منتشر شده در میان تمام گروه های سنی و در استانهای مختلف میزان بیکاری به طور متوسط اندکی کمتر از 11 درصد است. مرکز آمار ایران دیماه سال گذشته میزان بیکاری جوانان بین 15 تا 24 ساله سراسر کشور را 25.7 درصد اعلام کرد که حدود 3 درصد کمتر از آمار نیمه اول امسال است. علی ربیعی وزیر کار و امور اجتماعی مهر سال گذشته نسبت به جهش شماره بیکاران در ایران هشدار داد و تاکید کرد اگر رشد سالانه اقتصاد به 7 درصد نرسد از مهار بیکاری عاجز خواهیم بود این سخنان مربوط به زمانی است که دولت حسن روحانی انتظار داشت مذاکرات ای با کشورهای پنج به علاوه یک تا چند ماه دیگر به نتیجه نهایی برسد و با رفع تحریمها اوضاع اقتصادی کشور رونق بگیرد اما به نظر میرسد دیوار تحریمها که به گفته روحانی خیلی وقت پیش ترک خورده بود هنوز فرو نریخته است از سوی دیگر رشد اقتصادی 7 درصدی حتی برای سال آینده نیز دست نیافتنی خواهد بود. به این ترتیب پیش بینی ربیعی ظاهرا درست از آب درآمده و دولت در مهار بیکاری عاجز مانده است.